بعد توی سوئیس و دو بچه خوب گوش کنید، یک سری افراد هستن که من همشونو میشناسم، یارو میشناسیش، میگه آقا یکی فلانی، یکی خواننده، یکی یکی این روزنامه نگار، اینا همشون با مجاهدین کار میکنن. فقط خانم همیرا و داریوش رد کردن همکاری با اینا، بقیه خیلی هاشون قبول کردن که محرمانه با اینا کار کنن و الان دارن کار میکنن. برای همین که اگه تو میبینی فلان آرتیست، فلان نویسنده، فلان گوینده، فلان برنامه ساز داره وجوره میگه، بعد میگه آقا من مجاهد هم نیستم، دروغ میگه. نمونه بارزش رو من میگم چون رفیق ما هست، استاد محمد شمس. استاد محمد شمس من خیلی بشارت دادم، دوستش دارم، روز قضیه ملی میهنی مطرح آزادی ایران، من چون ما داریم ایران، ملت ایران داره آزاد میکنه، ملت ایران داره ایران آزاد میکنه. اگر ما بینا باها بدیم که اون سمبول های شاهی شهریاری آریایی ایرانی رو باز بخوان نفس آخونده بزنن، کار خراب میشه. آقای محمد شمس چون مجاهد خلق بوده و هست و همیشه هم بوده، ولی فرام تو خیابونیش میگه نه من مجاهد نیستم، چون عضو شورای ملی مقاومته. و تو خب عضو شورای ملی مقاومت که هستی، تو تلویزیون میگه نه نیستم. همینا این من نیستم رو مد کردم که بتونن بیان خواهر و برادر و دوست و نزدیک منو منحرف کنن. آقای قاسم شه سلیمانی چون دست خامنه‌ای رو ماچ کرد تو فلان فلان، آقا جون تو رو که نجات داد، جون میلیون ها زرتشتی کرد رو که نجات داد. پنج دی یزدان گواه، شوخی نمی کنه کسی باید اون اینجا، یزدان گواه پنج دی قاسم سلیمانی رفت پیش خامنه‌ای گفت مدیریت بدید به من، خون دماغ یکی نمیاد، خون نیمد دماغ یکی. بعد به دروغ میان میگن اون کشتی آقای سپاه قدس عملیاتش خارج از کشور بوده، همیشه همیشه عملیاتش خارج، همه تونم میدونین قوی بوده، دنیا تقدیرش کرده، همینه که کشتنش تقدیرش میکنن، اینا کشتن به درخواست جمهوری اسلامی کشتنش، قرار بود، قرارش هم میدونین دیگه پخش کرد. بعد نمیتونست چهار تا اپوزیسیون خارجی بکشه؟ او ترورایی که شده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام داد با تازیان استعماری در ایران. سپاه قدس نمونه شده که توی عراق میتونید تمام مجاهدین بکشن نکن، و شما یک جا نمونه نمیتونید بیارین. آقا اطلاعات امنیت اسرائیلی یوسی کوهن اینه گفته، با اسرائیل هم مشکل نداشت، به اسرائیل هم اسرائیل نمیخواست بدونه، اون فقط هدفش این بود که میگفت اعراب تازیان چون دارن نشانه های آریای ایرانی رو میزنن، ولی نمیتونست که تو ایران بگه آریای ایرانی، باید خودشو بچسبون به خامنه‌ای که بدونه بر اونا رو بزنه. الان هم خامنه‌ای مثل روحانی دوتاشون امضا کردن کشتن اینو دیگه، این که من که نیستم که میگم، این آقای محمود نبویان وکیل مجلس جمهوری اسلامی بوده، آدم قوی خود اینا میگن، ولی دنیا داره میگه. بعدم علکی نیست که آقای ترامپ همینجوری علکی بره بزنه، همیناش لو رفته. شما توی چیز آقای گلپا که پخش کردم، نامه‌ای که به دخترش 3 ساعت قبل از کشته شدنش هست رو دیدید، 3 ساعت قبل می‌نویسه میدونه داره کشته میشه. ولی من توی تلویزیون اسرائیل این چپ بودم به شما میگم، می‌خواستن یه تحویلش بدن دست بسته به آمریکا، قرار داد بده امضا کرده بود 231 تحت لیست SDN. اسامی رو من آوردم، اینایی که تو تحریم باقی مونده ان، نه تحریمشون برداشته شده. ببینید کیان: فریدون عباسی، عظیم آقاجانی، علی اکبر احمدیان، قاسم سلیمانی. نه استرداد مجرم، اگر یعنی اگر دادگاهی تو آمریکا، تو آلمان، تو فرانسه، هر کشوری گفته حاج قاسم محکوم است چون جزء تحریماست و ایشون مجرمه، آقایون تعهدش دادن که استرداد، این که من گفتم تعهد دادن حاج قاسم رو تحویل بدن، متن این میخونم براتون، توصیه شماره 39: کشورها باید به صورت سازنده و به نحو مؤثری درخواستهای استرداد، استرداد معنیش چیه؟ استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تأخیر غیر موجهی اجابت کنند. گفتش که قاسم رفت پیش خامنه‌ای گفت آقا ما رو بکشن، من ترجیحاً کشته بشم شهید بشم تا من تحویل بدم. برای همین برنامه ریزی بود کشتنش، کشتنش برنامه ریزی بود همه چیزش. این بادیگارد، تو بادیگارد که نشون میده چهار سال پیش، سه سال پیش فیلمی میسازه حاتمی کیا، زمینه همین بود، چون اینا از برجام که انجام دادن و پیش از برجام که مذاکره میکردن، یکی از درخواست های عربستان سعودی بود که آقای قاسم سلیمانی رو باید بکشینش، وگرنه اگه باشه ما هم سردگون میکنه، چون هدفش این بود. جا
چون دیده بود که صدام سرنگون کرد، طالبان سرنگون کرد، میدونست که این میتونه بره، برای همون اومدن جوان کردن دولتشون رو و بعدم شرط گذاشتن با دنیا میلیاردها دلار دادن، گفتن اینو باید بکشینش، اینو باید نابودش کنی تا ما تا الان جمهوری اسلامی بارا رفت با اینا مذاکره، گفت قاسم سلیمانی رو باید بکشیم. وای کسی که تا الان قبلا بهتون گفته بودم در رابطه با بادیگارد و کشتن و فیلمایی که ساختن برای قاسم سلیمانی، قهرمان بود برای آمریکا و تمام دنیا، بعد عملیات بزرگی در عراق انجام میده، یکی از این آدما اسمش از قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی هم الان توی سوریه و این ورور هم میگن این داره میجنگه. همون جیرخانان عربستان سعودی بهش فحش میدن چون عربستان سعودی روش سرمو گذاشته، ولی امریکا براش فیلم میسازه ازش تجلیل میکنه. چرا؟ چون با امریکا کار میکنه، از چچن گرفته تا اینجا تا همون عراق جلوگیری کرده از کشتن سربازان امریکایی، مانع حمله ها و هجوم های حزب الله شده تا جایی که تونسته به اسرائیل. ولی عربستان سعودی رو سرش پول گذاشته. عربستان سعودی همینجور که الان تو جمهوری اسلامی ایران، تو ایران نفوذ داره، تو آمریکا هم نفوذ داره، تو همه جای دنیا نفوذ داره با پولش، ولی اونها دولت اون مملکت نیستن. اخیراً مطرح شده که قاسم سلیمانی روش معامله شده و میخوان اینو بکشنش. این معامله رو شده، چند بارم جاهایی که بود لو دادن، تیراندازی کردن اینو بکشنش، بمب انداختن، خمپاره انداختن، و حتی یه بار خمپاره که انداخته بود مجروح سخت شد، بردنش ایران تو بیمارستان میخواستن بکشنش، بیمارستانش عوض کردن، بردنش مشهد بیمارستان شش بهمن بسترش کردن، اسم بیمارستان الان از قائم به نام شش بهمن بوده، اونجا شکمشو پاره میکنن که ترکشای خمپاره رو در بیارن، چند ساعت ول میکنه، دکتره میره عمدن که بمیره، محافظینش آدما میفهمن، تقریبا نیمه جان از بیمارستان خارج میکنن، برن توی خونه خصوصی دکتر میان و خوبش میکنن و میذارنش که جلوگیری کرده ازش. حالا آقای نبوی نامی در ایران اخیرا اعلام کرده که اینو میخوان بکشن، خبر داره، اینو گوش کنین برمیدن. حتما دلتون میسوزه، چاره نیست. آمریکا الان یک سال نیم که زلزله زیرش برقرار نکرد، کل هسته ایتونو بدید، من رابطه بانکی برقرار میکنم، هسته ایمونو دادیم برقرار نشه، سرمونو کلا گذاشتن، یک سال نیم که الان اجرا نمیکنن شرط جدید گذاشتن. گوش بدید، میدونیش اونایی که غیرت اونایی که غیرت دارن، شرط جدیدش میدونی چیه؟ سریعا اعلام کرده، به شرطی من رو آمریکا اعلام کرده، به شرطی من رابطه بانکی رو برقرار میکنم سروران عزیز، به شرطی برقرار میکنم که شما حاج قاسم سلیمانی رو به من کدبسته تحویل دهید. رفتن تعهدشو به آمریکا دادن، برگشتن به ما از دوستانش بود و اینها با هم همکاری داشتن، و همین خاطر امریکایی یه فیلم ساختن در مورد این آقای قاسم سلیمانی. امریکایی عکسش رو صفحه اول نیوزویک زدن، روی جلد زدن. امریکایی چند میلیون دلار فیلم ساختن فقط برای قاسم سلیمانی، و اونجا تازه میگن تو اون فیلم که این آدم ماست. اسم فیلم هست بدفیلد، بدفیلد 3. در این بدفیلد 3 این یه قهرمانه، تو نیوزویک هم میبینید روی جلد میاد. بعد دشمنانش که داعشی ها هستن، چون این داعشی ها خیلی کنید، داعشی ها میگن یهودیه، اسرائیلیه. داعشی نگاه کنین، این تبلیغاتی که داعشی ها میکنن برای قاسم سلیمانی و میگن داعشی ها میگن که این قاسم سلیمانی یهودیه. نگاه کنین این مونتاژ ها رو اینجوری براش درست میکنن.